و تمرین سوم تقویم را کامل کن و به سوال ها پاسخ بده. تمرین سوم بچه ها گفتیم تقویم را کامل کن و به سوال ها پاسخ بده. قبل از اینکه تقویم رو کامل بکنیم چند تا سوال ازتون میپرسم. اگر بلد بودین که جواب بدین، اگر بلد نبودین که گوش کنین و از من یاد بگیرین. خب بچه های خوبم، ماهای سال مهر، آبان، آذر که میشه چی؟ پاییز. دی، بهمن، اسفند که میشه چی بچه ها؟ زمستان. ما مهر ماه 30 روز داره، آبان 30 روز، آذر 30 روز، دی 30 روز، بهمن 30 روز، اسفند 29 روز که هر 4 سال یک بار میشه چند روز؟ 30 روز. هر چند سال یک بار؟ 4 سال یک بار. حالا اینو بعدن توی کتاب علومتون انشاءالله میخونی. این 6 ماهه بچه ها دوم سال هست. چرا من از 6 ماهه دوم شروع کردم؟ چون شما از مهر ماه میای مدرسه. و اما 6 ماهه اول سال، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور همشون 31 روز دارن که مجموعه بچه ها تمام اینها که 4 فصل هست. و بچه های گلم نگاه بکنید، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. پس هر سال 12 ماه دارد و هر فصل بچه ها 3 ماه داره. اینا رو قبلا تو کلاس اول هم تمرین کردیم. حالا بچه های گلم به جدول نگاه بکنید. ببینید توی جدولمون توی یه ردیف روز، توی یه ردیف هفته. ببینیم کدوم ها جا افتاده، اول بنویسیم و بعد در موردشون صحبت بکنیم. خب شنبه روز دوم هفته چی میشه؟ یک شنبه. دوشنبه رو داریم، حالا میریم سراغ سه شنبه، بعدش میریم چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رو هم که داریم. روز اول هفته شنبه، روز دوم هفته یک شنبه، روز سوم هفته دوشنبه، روز چهارم هفته سه شنبه، روز پنجم هفته چهار شنبه، و روز ششم هفته پنج شنبه، و روز آخر هفته یا روز هفتم می شود جمعه. خب بچه ها، پس یه هفته چند روز داره؟ 7 روز که روزهاشو بچه های گل من بلد هستن. حالا بریم سراغ هفته. هفته اول، هفته دوم، هفته سوم، بعدش میشه هفته چهارم. بچه ها توی هفته پنجم ما 2 روز رو داریم. ما 2 روز رو داریم بچه های عزیزم. و اگر از ما بپرسن که بچه ها در ماه ما چند هفته داریم، همیشه ما جواب میدیم چند هفته بچه ها؟ 4 هفته، چون هفته پنجم کامل نمیشه. خیلی خوب، پس 4 هفته کامل به اضافه 2 روز از هفته پنجم. حالا میاییم اونجایی رو که بچه ها
جا افتاده عددها می نویسیم. گفتیم 30 روز داره. کی ما می خواهیم؟ بهمن ماه رو می خواهیم. بهمن ماه چند روز بود بچه ها؟ 30 روز. ببینید؟ خب. اول بهمن، دوم بهمن، سوم بهمن، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم بهمن، شانزده، هفده، هیجده، نوزده، بیست، بیست و یک، هفته چهارم، بیست و دو، بیست و سه، بیست و چهار، بیست و پنج، بیست و شیش، بیست و هفت، بیست و هشت، بیست و نه و سی. تقویمم تا اینجا کامل شد. خب، ماه بهمن. سه‌شنبه هفته سوم کدام است؟ بچه ها نگاه کنین، هفته سوم، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه. اینو چیکار میکنیم؟ رنگ میکنیم. یه جوری رنگ بکنین که عدد هم معلوم باشه. خب، سوال بعدی، اگر این جدول ماه بهمن باشد، روز آمدن امام خمینی را مشخص کن و رنگ بزن. بچه ها گفتیم امام خمینی در چه روزی وارد ایران شدن؟ دوازدهم بهمن. خب بگردیم ببینیم دوازدهم بهمن کجاست؟ تو هفته دومه. پس روز ورود امام خمینی دوازدهم بهمنه. بچه ها کم رنگ رنگ بکنید که عدد مشخص باشه. خب روز بیست و دوم، که بچه ها روز بیست و دوم بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی هست، کدام روز و در هفته چندم است؟ بچه ها بیست و دوم کدام روزه؟ شنبه. آفرین. توی کدوم هفته؟ هفته چهارم. حالا تمیز و قشنگ رنگش بکن. تمرین چهارم، تا حالا به کدام یک از جاهای دیدنی ایران سفر کرده ای؟ در باره یکی از آنها سه خط برای دوستانت بنویس. بچه های عزیزم، اونهایی که به اصفهان سفر کردن میتونن در مورد اصفهان بنویسن، جاهای دیدنی اصفهان. اونهایی که به شیراز سفر کردن از شیراز بنویسن. اونهایی که از گیلان، مازندران، گرگان و سایر شهرهای ایران دیدن کردن، جاهای دیدنیشون رو بچهای گلم بنویسن، یا چیزهایی که در اونجا دیدن در مورد آب و هواش، در مورد زبان مردم، لهجه مردم، لباس پوشیدنشون بچهای گلم بنویسید. این تمرینی هست که بچه های من باید فکر کنن و خودشون جواب بدن. موفق باشید.